سلام، من حسن سربخشیان هستم. به برنامه دیگری از دریچه خوش آمدید. عکس برداری از فضا توسط فضانوردان به چه شکلی انجام میشه؟ در برنامه 15 دریچه به این پرسش پاسخ خواهیم داد. دونالد پیتت، فضانورد و عکاس که بیش از یک سال را در ایستگاه فضایی بین‌المللی سپری کرده، با ما در مورد عکاسی در فضا صحبت می‌کنه. دان، حدود چه تعداد عکس رو در زمان حضور در فضا از زمین عکاسی کرده؟ ما فضانوردان گروه سی بیش از 500,000 عکس از فضا گرفتیم. به طور مشخص اما در STS-126 در مدت زمان 60 روز بیش از 20,000 فریم عکس گرفتیم. و به طور کلی فکر کنم در اون ماموریت تا 50,000 عکس گرفتیم. آیا قبل از اینکه فضانورد بشی به عکاسی علاقه داشتی؟ من از زمانی که در کلاس ابتدایی درس می‌خوندم به عکاسی علاقه‌مند شدم و اولین عکسام را با دوربین 120 میلیمتری گرفتم و مدتی را در تاریکخونه گذراندم تا فیلمم را ظاهر کنم و شاهد فعل و انفعالات شیمیایی عجیب در زمان ظهور و چاپ بودم. برای ما درباره زاویه دیدی که از اون بالا به زمین داشتی توضیح بده. زمین از فضا. شما وقتی از فضا به زمین می‌نگرید، این امتیاز رو دارید برای اینکه ابعاد جزئیات نماهایی که برابر چشمتان هستن رو ببینید. بعضی موقع این ابعاد برابر نصف یک قاره است. مثلا ابعاد استرالیا رو در نظر بگیرید. شما همزمان شرق و غرب آن رو در یک جا می‌بینید. این منظره‌ای است که شما برابرتان می‌بینید. آنچه شما در فضا می‌بینید با آنچه روی زمین می‌بینید متفاوت است. حتی از هواپیما هم نمی‌تونید اون چیزی رو که از فضا می‌بینید رو مشاهده کنید. شما از اون زاویه دید ابعاد مختلف و بافت‌های مختلف رو شاهد هستید که ممکن نیست دیدشون رو وقتی نزدیک‌تر به اونها میشید رو ببینید. من شخصاً با لنز زاویه باز عکاسی می‌کنم و این به خاطر اینه که بتونم همان دید و همان مساحت اندازه نصف قاره رو در قاب دوربینم ثبت کنم. شما میتونید لنز تلفوتو هم استفاده کنید که ما تعدادی از اونها رو داریم، از لنز 800 میلیمتری گرفته تا لنز 200 میلیمتری. اگه شما خیلی عکاس ماهری باشید میتونید عکسایی رو بگیرید که مانند عکسای گوگل ارث باشن. از زاویه دید من ترجیح میدم لنز زاویه باز رو داشته باشم، چرا که اون زاویه دید مخصوص در فضا این دید رو میطلبه. از تو خواستیم عکسایی که برات جالبن رو انتخاب کنی تا بینندگان ما هم اونا رو ببینن. در مورد این عکس‌ها توضیح بده. این گواتمالا است. این رو با فیلم مادون قرمز عکاسی کردم. ما تا 12 سال پیش امکان این عکاسی رو نداشتیم و بعد این امکان برایمون مهیا شد. اکنون با دوربین‌های دیجیتال میتونیم به راحتی با اشعه مادون قرمز هم عکاسی بکنیم. عکاسی انسان‌ها از فضا با اون چیزی که ماهواره‌ها از زمین عکاسی می‌کنن کمی متفاوته. در واقع دید خودتون رو هم دارین، اون چیزی که ماهواره‌ها ندارن. اینها ابرایی هستن که در حدود 100 کیلومتری بالای جو زمین دیده میشن. بالای قطب هست. برای اینکه بیشتر درباره ابرها بفهمم این عکس رو گرفتم. این عکسی که من دوست دارم اون رو زاویه دید من از فضا به زمین بنامونش. این 7 پنجره رو که میبینید میتونید شما بهترین زاویه دید در روز و شب رو از زمین از اونجا عکاسی بکنید. بعضی وقتا هم دوربینم رو روی سه‌پایه قرار میدم و از داخل ایستگاه حرکت ستاره ها و حرکت ایستگاه فضایی رو با بازگذاشتن دریچه شاتر دوربینم عکاسی میکنم. یک دوربین هاسلبلاد مخصوص کره ماه در یک حراجی به مبلغ 1,000,000 دلار فروخته شد. حراجی وست لیچت فوتوگرافیکا در وین این دوربین را به یک تاجر ژاپنی به نام تروکازو فوجیساوا فروخت. این دوربین در ماموریت آپولو 15 به کره ماه همراه یک فضانورد آمریکایی بوده است. چندی پیش جیمز الوینز، فضانورد آمریکایی که در سال 1971 با آپولو 15 به کره ماه سفر کرده بود، در خبری اعلام کرد تصمیم دارد دوربین هاسلبلاد EL500 خود را به حراجی بگذارد. قیمت اولیه این دوربین بین 200 تا 270 هزار دلار تعیین شده بود.
این دوربین طوری ساخته شده که به شدت در برابر گرد و غبار موجود در کره ماه محافظت شود و به فضانورد اجازه می‌دهد 240 بار در یک حلقه فیلم عکاسی کند تا حداقل امکان تعویض فیلم در فضا را به همراه داشته باشد. دقیقاً 45 سال پیش در چنین روزهایی بشر برای اولین بار پاش رو روی کره ماه گذاشت. این آپولو 11 هستش که نیل آرمسترانگ و همکارانش در 1969 حدود 45 سال پیش استفاده کردن و روی کره ماه راه رفتن. از اون سال به این طرف حدود 750,000 نگاتیو توسط فضانوردان با استفاده از دوربین‌های هاسلبلاد، لین‌هوف و نیکون عکاسی شده. اما 20 سالی هست که عکس‌های گرفته شده از زمین توسط فضانوردان به صورت دیجیتالی تهیه میشه. فضانوردان مقیم ایستگاه فضایی بین‌المللی بیشتر روزها از آنچه در فضا می‌بینند عکس می‌گیرند. دوربین‌های نصب شده در خارج ایستگاه نیز همین کار را انجام می‌دهد و می‌توان به وضوح در اتمسفر زمین گازهای مضر ناشی از فعالیت‌های بشر را دید. 4 دوربین جدید که در ایستگاه فضایی بین‌المللی نصب شده تصویرهای نادری را مخابره کردند. لوری مکس از مرکز فضایی مارشال سازمان هوافضانوردی ایالات متحده ناسا در هانتر ویل آلاباما در مورد تصویرهای با کیفیت بالای ناسا میگوید امروز بیش از 22 میلیون بار این تصاویر با کیفیت بالا مشاهده شده است. 4 دوربین در خارج از ایستگاه فضایی نصب شده که ویدیوی زنده زمین را برای مشاهده از طریق اینترنت مخابره می‌کنند و دانشمندان اینکه این دوربین‌ها چگونه در محیط نامناسب فضا کار می‌کنند بررسی می‌کنند. ویل استفانوف یکی از دانشمندان برنامه ایستگاه فضایی بین‌المللی در مشاهده زمین در این مورد توضیح بیشتری می‌دهد. این تصویرهای با کیفیت بالا توجه بسیاری را بر روی اینترنت برانگیخته، زیرا اولین ویدیوی با کیفیت بالای زمین بر روی اینترنت است که ایستگاه فضایی بین‌المللی می‌فرستند. قبلا هم دوربین‌هایی وجود داشت، ولی آنها تصاویر را به طور منقطع یا با مکس می‌فرستادند. این اولین بار است که دوربین‌ها مرتباً عکس می‌فرستند. 4 دوربین در محفظه‌ای قرار دارند که درجه حرارت آن کنترل می‌شود. هدف اینه که ببینیم چه مدت این دوربین‌ها می‌تونن در فضا دوام بیارن تا زمانی که تابش‌های کیهانی به آنها صدمه بزنن و دیگه قابل استفاده نباشن. این 4 دوربین در مسیرهای مختلفی عکس برمی‌دارن و نتیجه گردآوری اونها ترکیب میشه. اما ما 2 برنامه آموزشی در دست داریم. دانشجویان دانشگاه بون آلمان و دانشگاه تگزاس که اطلاعات رو جمع‌آوری میکنن و در همین حال خراب شدن و از کار افتادن دوربین‌ها با گذشت زمان رو بررسی میکنن. در همین حال هم این دوربین‌ها تصاویر بسیار خوبی با کیفیت بالا می‌فرستن. این دوربین‌ها که همزمان کار میکنن نه تنها برای مشاهده زمین به کار میرن، بلکه در زمان‌های بسیار کوتاهی که ایستگاه فضایی نتونه اطلاعات رو به زمین مخابره کنه و فضانوردان نتونن با زمین ارتباط برقرار کنن، میتونه تصاویر با کیفیت بالا رو مشاهده و بررسی کنه. این اولین باره که مردم جهان میتونن این تصویرهای زمین رو ببینن که مطمئنن برای رسانه‌های اجتماعی هیجان زیادی را ایجاد کرده. بله، این یک نمای جدید از زمین. تصویرهای قبلی که فضانوردان از زمین می‌فرستادند دقیق ولی منقطع، اما این دوربین‌ها تصاویر رو در همان زمان می‌گیرند و مخابره می‌کنند و درست مثل اینه که در ایستگاه فضایی باشید و از پنجره به بیرون نگاه کنید. قدم بعدی چیست؟ قطعاً می‌خواهید در زمینه تکنولوژی و مشاهده و بررسی زمین یک قدم فراتر بروید. Well, we have right now we have 2 sensors which are going up on ISS this year. One is the CATS که به ایستگاه فضایی بین‌المللی می‌رسد. یکی بر روی ذرات بسیار کوچک اتمسفر و الگوی دوران طوفان‌ها کار می‌کند. و یک سنسور دیگه رادار هست که بر روی روند بادهای سطح دریاها کار می‌کند. ترکیب این دو نشون می‌ده چگونه آب و هوای عمومی زمین با افزایش درجه حرارت و همچنین روند دوران بادها با گذشت زمان تغییر می‌کند. و در آینده نزدیک حسگرهایی خواهیم داشت که به سایر عناصر اتمسفر نگاه می‌کنند، از جمله تابش‌های خورشیدی. عکس‌های خود را با ایمیل dariche@voanews.com برای ما ارسال کنید و از طریق فیسبوک و صفحه اینستاگرام برنامه با ما در ارتباط باشید.